سلام میکنم به شما بینندگان عزیز و ارجمند، به شما همراهان انقلاب زن زندگی آزادی. ممنونم از همراهی شما با برنامه همراه. در این هفته هم به همراهی شما برنامه همراه این هفته رو به شما عزیزان ارائه میدم. بینندگان عزیز، برنامه این هفته برنامه همراه در رابطه با تظاهرات بزرگ و گسترده‌ای که مخالفان جمهوری اسلامی علیه فراخوان حکومت اسلامی، حکومت اعدامی برای بسته شدن مرکز اسلامی هامبورگ اعلام کرده بود هست. جمهوری اسلامی و دارودسته‌های اسلامی، هواداران تروریستش از حماس حزب الله گرفته تا سفارتش در برلین در کشور آلمان، به قصد قدرت نمایی و در تقلا برای بازپسگیری مرکز اسلامی هامبورگ و زیرمجموعه‌هایی که به اون وابسته بودند و به دلیل فعالیت مستمر تروریستی که از سوی وزارت داخله آلمان کشف شد و به این دلیل این مراکز همگی تعطیل اعلام شدند، روز 24 آگوست در شهر برلین مقابل مقر صدر اعظم آلمان دست به تجمع زد، فراخوان بزرگی رو در سراسر اروپا اعلام کرد و از شهرها و کشورهای مختلف با پول هنگفتی که دارن سعی کردن انسانها رو، افراد رو بیارن و این تجمع رو بزرگ اعلام کنن. پلیس آلمان در نهایت اعلام کرد که شروع این تجمع از 250 نفر شروع شده و به زیر 500 نفر گسترش یافته که در حقیقت آماری بسیار مضحک هست برای کل اسلامی های کل اروپا. تشکیلات آلمان حزب کمونیست کارگری ایران در تقابل این تجمع و فراخوان برای اون تظاهرات بزرگی رو فراخوان داد علیه جمهوری اسلامی و هواداران اسلامی اون. این تجمع اعتراضی برای خود روز شنبه 24 آگوست داده شده بود و در همون روز تجمع اسلامی ها در مقابل اونها انجام شد، با موفقیت چشمگیری روبرو بود و ما در این رابطه با دو نفر از سازمان دهندگان این تظاهرات از طرف حزب کمونیست کارگری امروز به گفتگو خواهیم نشست. ولی قبل از اون دعوت میکنم شما رو که به گزارش تاها آزادی از همون شهر برلین از همون روز توجه کنید. این گزارش رو با هم میبینیم و برمیگردیم برای صحبت. امروز شنبه 24 آگوست 2024، سوم شهریور ماه 1403، این بار در شهر برلین کشور آلمان، در یک رویارویی بزرگ با اسلامیست هایی که در طول یک ماه گذشته با بسته شدن 53 مرکز تروریستی از جمله مساجدی که در آنجا سازماندهی برای اقدامات تروریستی با لابیگری های جمهوری اسلامی و همینطور نیابتی های جمهوری اسلامی صورت می گرفت، اینجا برای بازپسگیری و باز کردن این مراکز در تلاش هستند یک تظاهرات بزرگ رو سازمان بدن. این تظاهرات با راهپیمایی شروع میشه و هم اکنون به اینجا نرسیده، ولی در این نقطه پایانی اینجا انسان های آزادی خواه اینجا جمع شدن از گروه های مختلف که در مقابله با این اسلامیست ها قد علم بکنن و اصرار بکنن که این مراکز باید همانطور در آلمان بسته بمونه. لازمه که اینو ذکر کنن که جمعی به نمایندگی از حزب کمونیست کارگری ایران هم در این رویارویی شرکت کردند. با ناصر کشکولی، عضو کمیته مرکزی و دبیر تشکیلات حزب در کشور آلمان، و همینطور تاها آزادی، عضو کمیته مرکزی و سازمان دهندگان تظاهرات اعتراضی برلین گفتگو خواهیم داشت. سلام میکنم به شما عزیزان، متشکرم از وقتی که به این برنامه دادید. من سلام میکنم به شما و همچنین بینندگان عزیز. منم سلام دارم حضور.
متشکرم از حضورتون. ناصر کشوری با شما شروع کنم. شما در هفته گذشته هم مهمان برنامه همراه بودید، اعلام کردید که برای مقابله با حضور جمهوری اسلامی و عناصر وابستش در برلین دست به تجمع خواهید زد. در این رابطه از شما بشنویم، روز شنبه 24 آگوست در برلین چه گذشت؟ آره، در ببین حکومت اسلامی ضربه سختی خورده، نهاد اسلامیش یعنی حکومت خود جمهوری اسلامی که در هامبورگ بود بسته شد و برای اینا تلاش مذبوحانه‌ای کردن که اینا بازپس بگیرن. به خاطر همین در برلین یک تظاهراتی مخالفین جمهوری اسلامی گذاشته بودن که واقعا نگاه میکرده دو جبهه بود. یکی جبهه قربانیان جمهوری اسلامی، جبهه‌ای که چشمشون از دست داده بودن، چشمه‌ای که پیروزمند بودن، و جبهه دیگه که تقریبا یک هفته تمام گوشای ما رو کر کرده بودن، البته می‌کشیده که ما با جمعیت خیلی زیادی اونجا حضور خواهیم داشت و این مرکز اسلامی رو بازپس خواهیم گرفت، و تبلیغات رو انداخته بودن که از هامبورگ تقریبا بیش از 30 اتوبوس افراد میارن اونجا. ولی وقتی ما رفتیم اونجا جز جبهه پیروزمندان، جبهه مخالفین حکومتی که قرار گرفتیم، اونها در مقابل ما عبور میکردن و همونجا ما سخنرانی میکردیم و اعضای کسانی دیگه هم اونجا سخنرانی میکردن. تعداد بالای 200 نفر بیشتر نبودن اومده بودن حضور داشتن. اونا فقط اومدن اونجا قرآن خوندن، نماز خوندن، رجز خوندن و هیچ کار دیگه نمیتونستن بکنن. یک لشکر شکست خورده، یک لشکر ضربه دیده به چشم واقعا میدونه. در مقابلش ما بودیم که اونجا مجموعا مخالفین حکومت سخنرانی های خیلی زیادی داشتیم. یه نفر بود که اونجا از چشم آسیب دیده بود از انقلاب زن زندگی آزادی، و حزب کمونیست کارگر ایران ما تیمی بودیم اونجا که نقش خیلی مهم می را اونجا بازی کردیم. سخنرانی خیلی پرشوری انجام دادیم، گزارش بسیار خیلی خوبی انجام دادیم و تونستیم تمایزات خودمون را، نقد خودمون را به جمهوری اسلامی و اینکه این مراکز اسلامی باید بسته بمانه و دولت آلمان بایستی مماشات نکنه با این جمهوری اسلامی و این باید بسته بمانه، این موضوع سخنرانی بود و تلاش کردیم واقعا که کل مجموعه آدم هایی که اونجا بودن و همگام همه با هم شعارهای کوبنده‌ای دادیم. وقتی که اونا از قسمتی از شهر به طرف اون مرکز می اومدن، تونستیم این نقش رو داشته باشیم الهش. و خب اعضای حزب کمونیست کارگر اینا خب از شهرهای متفاوتی ما اونجا حضور داشتیم و الیه اسلام سیاسی که ما سالها مبارزه کردیم و نمیخواستیم اونجا جریانات اسلامی با مرکز اسلامی بتونن راحت برای خودشون نفس بکشن، ما هر جا اینها باشه حضور خواهیم داشت و نمیذاریم آب به راحتی از گلوشون بره پایین. و تظاهراتی که کردیم واقعا تظاهرات خیلی باشکوه و پرشکوه بود علیه جمهوری اسلامی. دست مریضون میگم به شما، خسته نباشید. طاهر آزادی، شما به عنوان یکی از سازمان دهندگان این تجمع اعتراضی در برلین ارزیابیتون رو برای ما بگین. آیا جمهوری اسلامی تونست عرض اندامی داشته باشه اون روز؟ جمهوری اسلامی با اون قدرتی که قبلا داشت، با پول زیادی که برای نهادهای اسلامی و نیابتی‌های خودش گذاشته بود، در سنترومایی که امروزه به نام جمهوریستا شناخته میشه، خصوصا در آلمان در 53 تا از این سنتروما دیگه آبروی براش نمونده و پی در پی در جهان، در خود اروپا به یک نهاد تروریستی شناخته میشه، با اون قدرتی که قبلا داشت با لابیهاش اصلا اینطوری نبود. همونطور که دوست ما اشاره کرد، با این که در مدیای اجتماعی خیلی اینو برد کرده بودن که تعداد زیادی رو به اونجا میارن، ولی اصلا همون تعدادی که اومده بودن به 500 نفرم خیلی سخت میشد حساب کرد که 500 نفرم هستن اونجا.
اونجا فقط چیز خاصی نگفتن، هرچند که از ما یه خورده فاصله داشتن، و در مقابل مخالفین جمهوری اسلامی که اونجا عرض اندام کرده بودن با قدرت خیلی خیلی زیادی اونجا شعار میدادن، و اونا در مقابل این شعارها و سخنرانی ها که کسایی بودن از بازمانده های آسیب دیده چشمی، بازمانده اون نسل 60 و 67 هیچ جوابی بهشون نداشتن. من در حواشی اتفاقی افتاد که دو نفر از انسانهای آزادی خواه که برای بسته شدن همین مسجد آبی در شهر هامبورگ که یکی از اون 53 تا سنتروم تروریستی بود تلاش کرده بودن برای بسته شدنش، این دو نفر طاقت نیوردن و به میان اسلامیست ها رفتن، از نزدیک 1 متری به سر سکو رفتن و همانجا شعار زن زندگی آزادی و علیه سیستم مذهبی شعار دادن، به طوری که مردم دورشون جمع شد. و عکس و عملی هم نمیتونستن انجام بدن. این در مدیای اجتماعی این صحنه خیلی خیلی بول شد و در کل در آخر هم که ما به میخواهیم تموم بشه و ما به اعلان حزب کمونیست کارگری ایران که در بخشی از اون تظاهرات حضور داشتیم یه خورده زودتر ما به میونه اسلامی ها رفتیم و دیدیم این نیروهایی که اونجا جمع کرده بودن از کشورهای هند، پاکستان، و موقعی که صحبت می کردن باشون آشنا می شدیم به این زبانها صحبت می کردن، همونطور از آفریقا این نیروها رو هم آورده بودن. معلوم بود این مسلمان‌های از هر تیروی که به هیچ ربطی به ایران هم به اون صورت نداشتن اینطور سازماندهی کرده بودن، با اون پولهایی که به اینها دادن اونا رو با اتوبوس مجانی آورده بودن به اون محل با اون وضع که به 500 نفر هم نمی رسید. من فکر می کنم تظاهراتی که اونا گذاشته بودن در اوج استیصال خودشون بود و تماما از ناتوانی به چشم دیده می شد با موقعیت و شرایطی که براشون ایجاد شده امروزه در سراسر اروپا. ممنونم از توضیحت تاها آزادی عزیز. برمیگردیم به شما ناصر کشکلی. مشخصا حزب کمونیست کارگری ایران چه خواست و مطالبه ای رو در این تظاهرات مطرح کرد؟ شما به عنوان دبیر تشکیلات آلمان این حزب دقیقا آیا هدفتون مسئله دین و مسجد داشتن و دینداران مربوط به این مسجد بود یا هدف چیز دیگه ای بود واقعا در این تظاهرات برای حزب کمونیست کارگری؟ ببینید در رابطه با این روز، یک روز تاریخی، یعنی حرکتی که این برای این بسته شدن این 53 نهاد اسلامی شده واقعا یه روز تاریخی در آلمان. خب معلومه برای این بسته شدن این مراکز اسلامی حزب کمونیست کارگری ایران سال هاست، حتی میتونم بگم سال هاست با همراه با مینا هادی علیه برای بسته شدن این مسجد مبارزه کرده. سالی نبوده که ما در هامبورگ در مقابل این مسجد آبی که به اصطلاح اسلام خوشخیم میخواستن نشان بدن ما تظاهرات نداشته باشیم، شکایت نکرده باشیم، مصاحبه با دولت‌های آلمان نداشته باشیم و اینا طی چندین دهه مبارزین مخالفین حکومت اسلامی در هامبورگ، اینها نتیجه تلاش مجموعه مبارزین مخالفین جمهوری اسلامی بود که از جمله حزب کمونیست کارگری ایران که این بسته شد و برای ما واقعا یه جشن بود، یه پیروزی بود و این قدمیه برای اینکه جمهوری اسلامی را ما تو همون تظاهرات هم که اونجا بودیم این یکی از قدم‌های یک جمهوری اسلامی را میشه به طرف بایکوت برد. این بایکوت شعار اصلی ما هستش و قدم به قدم داریم به این شعار و عملا داریم میرسیم. حکومتی که در هامبورگ بود، یعنی در واقع حکومت اسلامی بود که اونجا حاکمیت میکرد علیه ترور، علیه اپوزیسیون، علیه ماها، علیه ارزش‌های اجتماعی خود کشورهای اروپایی، علیه امنیت این منطقه، کلا این الان سرنگون شد. سرنگونش واقعا برای ما جشن بود. سخنرانی ما اونجا
مطالبات با اونجا بود که دولت آلمان نباید مباشرت کنه و مجموعه این مرکز اسلامی سرانشون با توجه به اینکه علیه قانون اسلامی حرکت کردن، با توجه اینکه تحقیقتن علیه اپوزیسیون و حمایت کردن از حسن نصرالله، حمایت کردن از حماس، اینها جرم و جنایت حساب میشه و باید اینا محاکمه بشن. یعنی فشار بعدی ما باید این باشه که مطرح کردیم. یکی دیگه هم این بود که قدم بعدی ما اینه که یعنی ما نباید عقب بشینیم، باید بریم جلو و اینکه بسته بمانه که هیچ و سفارتخانه هاشون، یعنی سنگر بعدی ما سفارتخانه ها و کنسولگری هاشون در فرانکفورت و برلین و هامبورگ هستش که باید فشار بیاریم دولت آلمان که اینها هم همون خانه هایی هستن، همین مراکزی هستن که طرح میزن علیه ما، علیه خود دولت آلمان و علیه خود زنان و افغانستان، زنان و ایرانی و کل جامعه اینجا. اینا قدم هایی بودن. یکی هم این که بایکوت که شعار اصلی ما هستش که ما باید بتونیم به اون هدف برسیم، اینا خواستهای ما بودن که از دولت، از مردم هم اونجا که بودن و همچنین که از دولت آلمان خواهانی هستیم که و همچنین مخالفین جمهوری اسلامی که اونجا بودیم تو این سطح بریم جلو که بتونیم جمهوری اسلامی را قدم به قدم به در خارج کشور بتونیم پیش از بین ببریم، سرنگونش بکنیم و تا و این خودش میتونه تأثیرات بسیار خوبی داشته باشه برای اینکه مردم ایران روحیه بیشتری میگیرن و سرنگون کردن جمهوری اسلامی برای مردم ایران راحت تر میشه. دقیقا همینطوره. در صحبتات کاملا نگاه و جهت سیاسی حرکت حزب مشخص بود، کاری نداره این حزب به دین مردم، اونی که میخواد بره مسلمون باشه یا هر دین دیگه ای داشته باشه میتونه داشته باشه، ولی اسلام سیاسی رو به صورت شاخصا ایران، حکومت ایران رو این حزب نشونه قرار داده. دستتون درد نکنه. برمیگردم به شما تاها آزادی عزیز. موقعیت جریانات اسلامی وابسته به حکومت ایران بعد از بسته شدن این مسجد به چه ترتیبه و در چه شرایطی قرار دارن؟ خب برای جواب این سوال من فکر میکنم باید خود جمهوری اسلامی رو آورد جلو. در داخل جامعه ایران امروزه با چه استیصالی بیشتر حملاتش رو به مردم میاره که به خیابان نیان، از سر این که زندگی رو به همه به جهنم تبدیل کرده، از سر این که از نظر اقتصادی واقعا وضعیت فلاکتباری رو به مردم تحمیل کرده، همینطور که الان میبینیم هر روزه چند نفر رو اعدام میکنه، حتی برای یک مورد اعدامهای ملای عام رو دوباره داره تکرار میکنه. یک نفر رو چند روز پیش در ملای عام اعدام کرد، قبلا از این اتفاقات خبری نبود به اون صورت. از طرف دیگه نیابتی هاش که دعوت میکنه برای پذیرایی برای مناسبات مختلف، همینطور ریاست جمهوری میبینی که همون مهره های اصلیش و توسط ارتش اسرائیل داره در خود ایران از دست میده و کاری هم از دستش ساخته نیست. در کشورهای دیگه هم به همین صورت نیابتی هاش روز به روز دارن ضربه میخورن. برمیگردیم به داخل اروپا، در داخل اروپا هم که به همین تازگی 53 تا سنتروم جمهوری، یعنی تحت مدیریت جمهوری اسلامی، اینو ما مثل اعضا و کادرای حزب کمونیست کارگری ایران نمیگیم که از روز اول مخالف سرسخت جمهوری اسلامی بودیم، خود دستگاه اطلاعات آلمان، ولی خب هرچند به طور کامل افشا نکرده، ولی از مدیاهای اجتماعی تمام ورودی های این سنتروم ها مشخص شده که حتی ماشینالات و وسایل هایی که متریال هایی که در داخل سنتروم ها و مساجد بوده اونا رو مصادره کردن، یعنی تا این حد زیر سوال هستن. مدارک زیادی رو دال بر این که نیابتی ها از اونجا سازماندهی کردن. برای سالهای پیش
میدونیم که اسدی و چندین نفر دیگه در بمبگذاری سر زده بودن، رفت جای رفت و آمد اونها بود. از این نظر هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. من فکر میکنم با این وقت کوتاهی که من دارم، دوست دارم اینو بگم، الان موقعیت خیلی خیلی بسیار مناسبیه که مخالفین جمهوری اسلامی خیلی خیلی پرتوانتر خط علم بکنن و همینطور جلوی اون لابی هاش که روز و شب دارن تلاش میکنن که این ضعف ها رو جبران بکنن، باید بیستیم، باید در خیابان بیشتر حضور داشته باشیم تا نقطه قوتی باشه برای اون مردمی که در خیابان های ایران در سرنگونی جمهوری اسلامی همیشه در تلاش هستن. ممنون از توضیحات هر دوی شما. ناصر کشفلی، دبیر تشکیلات آلمان حزب کمونیست کارگری ایران، و طه آزادی، عضو کمیته مرکزی. باز هم متشکرم از حضورتون. منم متشکرم از شما. قسمت بعدی برنامه رو در رابطه با کنفرانسی که ایران سالیداریتی در شهر تورنتو در روز 24 آگوست 2024 داشت ادامه میدیم. در این کنفرانس از 7 فعال سیاسی، وکیل، لیدر حزب و افرادی که واقعا در طول انقلاب مهسا و قبل از اون به طرز گسترده‌ای فعالیت‌های زیادی داشتن، خانم بنوس ترابی، خانم زرین محی‌الدین، خانم مهدوت حادی، آقایان سعید دهقان، کاوه شهروز، حمید تقوایی و مهرداد حریری دعوت به عمل اومده بود که در رابطه با تابوهای ملی و مذهبی و آزادی‌های سیاسی و مدنی در رابطه با نقطه نظر خودشون و احتمالاً جریان سیاسی خودشون صحبت داشته باشن. این برنامه با موفقیت برگزار شد. به قسمت‌هایی از صحبت حمید تقوایی، لیدر حزب کمونیست کارگری، شما رو دعوت می‌کنم که گوش فرا بدید. اساساً تابوها ضرورتش از اینجا میاد که حکومت‌هایی نیستن که اکثریت عظیم جامعه رو نمایندگی کنن. باید کنترل کنن، باید سرکوب کنن، باید جلوی اعتراضات رو بگیرن، باید دهنها رو خفه کنن. حکومتی که اکثریت مردم رو با خودش داشته باشه خب نیازی به اینها نداره، ولی حکومت‌هایی که یک اقلیتی از جامعه رو نمایندگی میکنن ناگزیرن به تابوها متوسل بشن، ناگزیرن یک مجسمه‌هایی از عقاید مقدس بسازن که به این بهانه با اون پرچم، با اون شمشیر بیافتن به جون جامعه. اساساً تابوهای مختلفی داریم، اساسی ترینش به نظرم مذهبه و بعد ناسیونالیسم به معنی تقدس آب و خاک و پرچم و مرز و غیره، و بعد مثلا تابوهای اخلاقی هم داریم، تابوهای مردسالارانه داریم در مورد روابط زن و مرد، و ممکنه لیست مفصل‌تر هم باشه، ولی بقیه هم وقتی نگاه میکنید میبینید مبانیش بالاخره مذهبه. مثلا تابوهای اخلاقی، ما اخلاقیات مذهبی داریم که چون مذهب و حرف خداست نمیشه نقدش کرد، نمیشه بررسیش کرد. اخلاقیات انسانی مدرن امروزی هم داریم که از مذهب جداست، میاد منافع انسانی همه مردم رو محور میذاره و اخلاقیاتش رو بنا پای بنیاد میکنه. به روال برنامه همراه در پایان این برنامه هم می نشینیم به دیدن گزارش هایی از آکسیون های مختلف در شهرهای مختلف، استکهلم سوئد، هانوفر و فرانکفورت آلمان شاهد این آکسیون ها در طول هفته گذشته بودند. به دیدن اونها شما را دعوت می کنم و از حضورتون مرخص می شم. تا دیداری دیگر، روز و روزگار بر شما عزیزان خوش باد. امروز 24 آگوست در یکی از میادین شهر استکهلم در رابطه با انقلاب زن، زندگی، آزادی و قرار گرفتن سپاه پاسداران و لیست تروریستی اینجا تجمعی هست. نام ایران، نام ایران، نام ایران.
دوستان این پوستری که میبینید، این پوستر هر سال به شکلی به نوعی دیگه با سخنرانهای دیگه در افکار عمومی برای جامعه ایرانی قرار میگیره. علیه فراموشی برای دادخواهی، تابستان 67، لکه ننگین و سیاهی بر پیشانی سران جمهوری اسلامی. آگوست 2024، 27 مرداد 1403، امروز در شهر هانوفر کشور آلمان توسط افغانیان علیه طالبان با فراخوان حزب همبستگی برگزار شده. سخنرانان در این اکسیون در رابطه با حقوق زنان، در رابطه با سرکوب شدید، در رابطه با عدم آزادی سیاسی اجتماعی تحت حکومت سلطان سخنرانی کردن و همچنین اعتراض شدید کردن به مماشات دولت‌های غرب با این طالبان در سه سال گذشته. و شما را با ما همراه ما باشید با تا بقیه و جزئیات بیشتر را در رابطه با سخنرانانی که از زبان خودشون بشنویم. ناصر کشکولی، هانوفر. با دست خود گیریم آزادی در قیقارهای بی امان، تا ظلم را از عالم برون نعمت خود آریم به تن، دم آتش را بکوبیم تا وقتی که آهن گرم است. روز تعطی شیطان است آخرین رزم ما، اینترنسیونال است نژاد انسان ها.